که ما چه کنیم تا یک رابطه خوب و حسنه با دیگه افراد داشته باشیم. و شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردید که گاهی اوقات هست که ما یک نفر را میبینیم که همونطور آشنایی نزدیک ممکنه با هم نداشته باشیم، ولی احساس میکنیم که رفتار او یک رفتار عجیب است، خیلی از ما خوشش نمیاد به هر دلیلی. ممکنه یک رفتاری را از دور و دور از ما دیده باشه، دشانش بد معلوم شده باشه، یا یک چیزی را از ما شنیده باشه، یا ما یک حرکتی را انجام داده باشیم که ناخواسته برش آزاری رساندم و باعث شدیم که از ما خوشش نیاید. ولی اگر که انمی توصیه بزرگان دین خودمان که گشاده رویی است را انجام بدم با افراد دیگه، قطعا بار اول نه دوم نه سوم نه، بالاخره میفهمه که انمی فرد یک فرد خوب است، یک فردی است که قابل احترام است، میشه که به عنوان یک دوست، به عنوان یک آشنای خوب برش رابطه داشته باشیم. خیلی وقتا هست که کینه توزی ها و کینه ورزی ها با همی یک خلق خوب، با یک سلام کردن ساده، با یک لبخند زدن ساده در هنگام ملاقات با افراد دیگه، کینه ها از بین مره. درست خواهم بیانی؟ بله. و من یک خاطره هم میخوایم تعریف کنم در همی رابطه است. ما یکی از امی همکارای ما که دور و دور هم دیگر هم میشناختم، میدیدم که گاهی اوقات هست که یک مقدار رفتارهایی که شاید خصمانه یا ای که نه، رفتارهایی است که صمیمانه نیست میدیدم و هیچ ارتباطی هم با هم نداشتم. وقتی که داشتم روایتهای مربوط به امی بحث را مطالعه میکردم که آماده شوم و بیایم که با شما درباره اونها صحبت کنیم و بینندگان ما هم ببینن، با یک روایت برخورد کردم از حضرت رسول. ایشان یک تکنیک بسیار ساده را مطرح کرده بودند و ما او را هم عمل کردم و دیدم که چه ثمر خوب و قابل توجهی داشت. او هم این است که حضرت می‌فرمودند که وقتی که در مسجد جمع هستید، وقتی که در یک خانه جمع هستید، یک نفر دیرتر می‌آید، خب قطعا که جا پر شده بله. و مردم شاید که جای خوب و صحیح پیدا نتانن برای نشستن، نگ نفری که دیرتر آمده، شما جا را باز کنید، یعنی یک مقدار کوچکتر بشینید و امون نفری که از بیرون میه طلب کنید و یا حتی به احترام او بلند شوید و بگوید که بفرما و در اینجا بنشین. بله، من وقتی که همین روایت دیدم و خواندم، امی اتفاق برای ما هم رخ داد. در یک مجلس و در یک جلسه ای رفته بودیم که خب فضا یک فضای محدودی بود و پر شده بود و من دیدم که امو دوست ما و امو همکار ما دیرتر از بقیه آمد. من بلند شدم، جای از خود خورا به ایشان دادم، گفتم که شما بفرمایید بشینید، من استم امین اطراف یک جای دیگه پیدا میکنم. یا به هر حال تلاش کردم که احترام و تکریمی که او تکریم مطلوب دین ما است به امی همکار از خود خو برسانم. و باز چه تأثیر داره. بله. خانم دکتر، من خودم تصور میکنم وقتی که به یک مجلس میرم همه افراد رفته باشن، یک حس غریبی و غربت بله. برای انسان دست میده و هیچ کس را اگر نشناسی مثلا باز او حس تشدید میشه. اگر یک نفر از میان جمعیت مرا صدا بزنه بگوی که فلان تو بیا بشین، انسان احساس میکنه که عزت نفس انسان حفظ میشه. بله. در برابر دیگه افراد که دارن انسان رو نگاه میکنن، برای انسان شخصیت داده میشه. بله. بسیار تاثیرگذار است. و در واقع همین توجهی که با همین کار ساده ما به یک نفر دیگه انجام میدیم، یعنی دوستی از خودخوره و یا ای که حسن نیت. بله، حسن نیت از خودخوره ثابت میکنیم. و اما نفر در جلسات دیگه من دیدم که تغییر بسیار زیادی کرده بودن، یعنی با یک احترام بسیار ساده که شاید یک نفر دیگه میتونست انجام بده. بله. یا ای که من میتونستم که توجه نکنم، بگم که من اینجا که هستم و کار از خود خوره پیش میبرم. با همین چند دقیقه که به یک نفر دیگه توجه کردم، باعث شد که ببینم که تغییرات زیادی در نحوه رفتار طرف مقابل ایجاد شد. و شما وقتی که حضرت در روایت دیگه بحث گشاده رویی، بحث مهربانی و اینها را داشتیم، اگر که ما به تمام اینها توجه کنیم
بله. چقدر روابطی که ما با دیگران بین ما و دیگران ایجاد میشه، امی معاشرتی که بین ما و دیگران ایجاد میشه، میتونه یک رابطه بسیار خوب باشه و مثبت. بله. و خب ببینید که یک بار مثبت بودن است، یک بار دیگه است که ما از آسیب دیگران در امان میمانیم. یعنی شاید که او ارتباطی که ایجاد میشه حتی یک ثمره مثبت هم برو تصور نشود، اما همانقدر که ما از آسیب دیگران در امان باشیم و دیگران از آسیب ما در امان باشن، اولین قدم های یک زندگی اجتماعی اخلاقی را ما دیگه برداشتیم دیگه. درست. و یک مهارت دیگه و یک کار دیگه که او هم شاید در نگاه اول بسیار کوچک دیده شود، اما ثمره تربیتی بسیار بسیار زیاد داره، ای است که همدیگر را ریشخند نکنیم، خصوصا وقتی که ارتباط ما در فضای مجازی است. چون ببینید فضای مجازی قابل کنترل نیست. وقتی فضای واقعی باشه، خب یک وقتی هم اگر که ما یک ریشخندی هم خدای نکرده انجام داده باشم، یک معذرت خواهی انجام میدم و شاید که تمام شوم. اما وقتی در فضای مجازی، در جایی که هزاران نفر او را میتونند که ببینند ما او را انجام بدیم، جمع کردن او بسیار بسیار سخت خواهد بود. باز خصوصا اگر که یک تقابل و یک اختلاف نظری داشته باشیم با یک نفر یا یک گروه، بسیار ساده ما میتونیم از کلیپ های مختلف استفاده کنیم و طرف مقابل از خود را ریشخند کنیم. بسازیم یا که نه تو واقعی باشه، از همون واقعی بیاییم تقطیع کنیم و او را انجام بدیم.